در باب زمان‌ها، یکی از زمان‌هایی رو که من مطرح کردم عبارت از عید فطر بود برای اجابت دعا، و یه بخشی از خطبه علی علیه السلام رو که در روز عید فطر حضرتشون اون خطبه رو ایراد فرموده بودن اون رو نقل کردم که الان هم تکرار میکنم، که از اون ما استفاده میکنیم که دعا خدمت هستند که در این زمان به اجابت نزدیکتر است. دارد حضرت در جملاتشون این بود: الا و ان هذا اليوم يوم جعل الله لكم عيدا، هن آگاه باشید امروز روزی است که خداوند اون را برای شما عید قرار داده، و جعلکم له اهلا، و شما را اهلان قرار داده، و اذکروا الله یذکرکم، پس خداوند را یاد کنید تا خداوند شما را یاد کند، و ادعوه یستجیب لکم، او را بخوانید تا شما را به صلاح اجابت کند، که امون دعاست، درخواست کنید و درخواست شما به اجابت میرسد. این همون اثر گذاری است که ما گفتیم که این زمان خاص، این مقطع از به تعبیر جلسه گذشته، این حرکت که از او ترسیم میشود، زمان قداست دارد و اثر روی دعای شما میگذارد از نظر اینکه به اجابت برسه. این مال روز بسیار چیز که داشت. در روایات داریم که شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست. این رو شما دقت کنید، شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست. حالا من بعد این جمله رو مخواستم معنا کنم. این اشاره به این است، به این که اون آثاری را که در شب قدر بر اعمال ما مترتب می شود، چه بسا اون آثار هم در شب عید فطر بر اعمال ما مترتب می شود. این که کمتر از اون نیست در اثرگذاری روی اعمال. تکرار میکنم، کمتر از شب قدر نیست به این معنا در اثرگذاری این مقطع زمانی بر روی چی؟ اعمال. خب من جمله از اعمال ما چیه؟ دعاست، که شب عید فطر هم، یعنی این مقطع زمانی هم مثل اون مقطع زمانی اثر دارد بر روی چی؟ دعا. اثر به این معنا بر روی اجابت دعا باشد. لذا هم روز و هم شب رو خواستم بگم. میرم سراغ یه چند تا جمله از زین العابدین صلوات الله علیه که ایشون در دعای روز عید فطرشون داشتند. میخوام از اون هم این معنا رو استفاده کنم. مراجعه کنید صحیفه سجادیه دعای 46. یا من یرحم من لا یرحمه العباد، خطاب به خداوند. از اول خطبه هم از همینجا شروع میشه، اول دعا، از اول دعا همینه، خطاب به خداوند: ای اون موجودی که رحم میکنی به، فرض کنید که کسی که یا کسانی که بندگان به او رحم نمیکنند. یعنی چی؟ حتمت تو عرض شود که من یه نکته رو اینجا عرض کنم.
در باب ترحم مهربانی کردن هر کس به دیگری، اینها در بین روابط عباد با یکدیگر بدون غرض نمی شود. ترجمه کن چی میخوام بگم. بالاخره یه غرضی ها در نظر گرفته میشه تا رحم کنه، درست یا نه؟ یعنی مهربانی میکنه باش. یه مطلب کلیست. در باب خداوند اینطور نیست. من چون اینجا معنا کردم، من راجع به خداوند اینطور نیست. و این هست به این که اونجا بحث غرض مطرح نیست اصلا و ابدا. به این که فرض کنید که چون مثلا فرض کنید یک خوبی به خدا کردی، خدا بیاد چیکار بکنه؟ چون خدا کیسه ای نداره چیزی توش بره از نهای بندگانش، چی تعبیر کنه؟ به خلاف بندگان که اینها بدون غرض ها مهربانی به یکدیگر ها نمی کنن. حالا هر نوع، من نمیخوام در اعراض وارد بشم. من این یه مطلب. مطلب دیگه که اینجاست، چه بسا زین العابدین صلوات الله علیه به تعبیر ما طلبه ها ظهور کلامشون فرمایششون این باشه، اون ایست که اگر کسی به انسان بد بکند، انسان حاضر نیست به خوبی بکند. یعنی تو غالبا اینجوریست که تو روابطی که ما داریم، عباد بندگان با هم رابطه دارن، اگر رابطه شون شکراب باشه به تعبیر من، شو رابطه خوبی نباشه، بد کرده باشه، درست یا نه؟ یه طور غالب این طور هست، داجی کنید حاضر نیست به این که به او چکار بکنه، مهربانی بکنه. چه بسا اشاره به این باشه، تو اون موجودی هستی که اگر با تو بد کردن، تو چه به اونها خوبی این تعبیر، توجه کنی. یا من یرحم من لا یرحمه العباد. یه آدمی است که این زشت کار است که بندگان خدا هیچ حاضر نیستن به اون چیکار کنن، مهربانی کنن. مطرود است، درست، اما هیچگاه بنده ای از درگاه تو با همه زشت کاری هاش مطرود چه نمی شود. تعبیر اول. و یا من یقبل و من لا تقبله البلاد، که این جنبه کنایی دارد. ای کسی که میپذیرد شخصی را که شهرها او را نمیپذیرند، شهر و بلاد، باز این دنباله هم با این که اگر شخصی در شهری این بزشتکاری مشهور شده باشه، روسیان میگیم اونجا این شهر این رو چه نمیپذیرن، بسید شما بازیم. اولی جنبه شخصی داشت، دومی جنبه عمومی پیدا کنه، توسعه میده. اولی جنبه روابط شخصی بود، یا من یرحم و من لا یرحم و هل عباد، جنبه شخصی است. اونجا دارد بلاد، یعنی چی؟ یه شهرت اینجوری داشته باشه به زشتکاری، ولو به این حدم رسیده باشد، در این حال توجه کردید تو او رو میپذیریش،
ببین، یعنی به حد اعلای از بدی اگر رسیده باشه، دیگه بیشتر از این نمیشه گفت، بالاتر از این نمیشه فرض کرد. اینقدر این مترود باشد، توجه کن چه میخوام بگم، ولی هیچگاه مترود از درگاه تو نیست. جمله سوم، یا من لا یحتقر و اهل حاجت را دارد، اهل الحاجت الی، اهل الحاجت الی، یعنی ای موجودی که نیازمندان خودش را خار نمی کند، لا، یا من لا یحتقر و اهل الحاجت الی، معمولا اینطور است غالبا، اگر کسی محتاج به دیگری بشود اون شخص هم بفهمه احتیاج بهش داره، نه اینکه چه کمکش هم بکنه ها، ولی از نظر درونی، از نظر درونی این حاجتمند بودن و نیازمند بودن او پیش این، از نظر درونی چه بسا اثر روی او بگذاره، یه قدری به قول ما چیزش پایین بیاد از نظر شخصیتیش، توجه کنید این که خار تعبیر داره که لا یحتقر و اهل الحاجت الی، نیازمندش خار نمیکنه بی وقت هست در ظاهره که به اصطلاح بروز بده زبور، وقت نه حتی خوار پیشش نمیشه اصلا. خب نگاه کنید، اول مسئله این که شخص یه شخصی باشد که رابطهش رابطه خوبی ها نباشه، درسته؟ دوم و این است که نیازمند از همین من. ببین رابطه خوب نیست، درسته؟ نیازمند هست شو، حالا بعد اومده جمله چهار، و یا من لا یخیب الملحین علی، های موجودی که اصرار کنندگان خود را ناامید نمی سازی. این همون الحاح در دعا است، من این رو قبلا بحث کردم، روایاتش هم مفصل خوندم که الحاح در دعا رو خدا می پسنده اصلا، یعنی هی بهش اصرار کن، این ردیف آورده. رابطه‌ام با خدا خوب نیست، نعوذ بالله، درست؟ دو، احتیاجم بهش دارم، اصرارم بهش میکنم، درست یا نه؟ ناامیدم نمیکنه. خیلی سادهش کردم، چهار تا جمله از دعای سعیدی، ما روز عید فطر بوده ولی حضرت، من از این جملات استفاده نمیکنم که اون روز روزیست عید فطر که حتی بدکاران نعوذ بالله که حاجتمند به خدا باشند، به خدا رو آورند و اصرار کنند، از درگاهش محروم نمی شوند. مقصدی رو بگیرم.